تصاویر اولیه از پیکر شهید سید حسن نصرالله بعد از اتفاقات 24 ساعته گذشته. همون گونه که اطلاع دارید، ما در ویدیوهای گذشته در خصوص پیام تسلیت رئیس جمهور در خصوص شهادت سید حسن نصرالله واسطون گفتیم و از متن بیانیه‌ای که دکتر پزشکیان رونمایی کرده بود گفتیم و از پیامی که معاون اول رئیس جمهور و همچنین دکتر عباس عراقچی گذاشته بودند در صفحات رسمی خودشون و بیانیه‌ای که منتشر کردن واسطون گفتیم. اما در خبری تازه و اتفاقات مهم به نظر میرسه که ویدیوی تحت عنوان پیکر شهید سید حسن نصرالله در فضای مجازی لبنان داره دست به دست میشه که همون گونه در صفحه دارید مشاهده میکنید. به نظر میرسه که با پارچه سبز پیکر رهبر و دبیر کل حزب الله لبنان رو بدین گونه دارن آماده میکنن تا به نظر برسه کارهای مقدماتی انجام بشه. همون گونه که در تصویر دارید مشاهده میکنید، در کشور عراق هم به صورت نمادین این اتفاق داره میفته و به یک گونه پیکر سید حسن نصرالله بر روی دستان طرفداران و هواداران خودش است. اما بیان مرور کنیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و در نتیجه ابعاد گسترده این اتفاق سرانجام به کجا رسید. اول از همه پیام تسلیت و سخنرانی کوبنده سرلشکر سلامی رو با هم دیگه داشته باشیم که گفت مقاومت ضربات کوبنده تری بر پیکر فرسوده رژیم صهیونیستی فرود خواهد آورد. جنایت وحشتناک سگهای هار صهیونیست در زاهیه لبنان تحت حمایت آشکار و وقیحانه رژیم ها و جنگ افروز های آمریکا، بلکه دیگر سردمداران دروغین حقوق بشر در اروپا و غرب را الان دستشون رو رو کرده و دست های پلیدشان را در جامعه های بین الملل رو نمایی کرده. مردم بیگناه و کودکان مظلوم فلسطین و لبنان بدین گونه دارند از بین می روند. در آستانه تحقق شکوهمند و تاریخ ساز خود قرار دارند و فضل الله الهی به پیروزی قطعی این میدان سرانجام حزب الله مقتدر و حماس غیرتمند خواهند بود. بیشک استحکام و اقتدار حزب الله لبنان و سایر نیروهای مقاومت فلسطین و جبهه مقاومت با اقتدار ادامه پیدا خواهد کرد. در ادامه 5 روز عزای عمومی در کشور اعلام شده و باید منتظر باشیم تا خبرهای رسمی به دستمون برسه. اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم نیز پیام تسلیت ارسال کرد و گفت لبنان هدف جدید سیاست نسل‌کشی جمعی اسرائیل است. لبنان و مردم این کشور هدف جدید سیاست‌های اشغالگران اسرائیلی هستند. از 7 اکتبر این سیاست‌ها را پیش گرفتند و جهان اسلام باید موضع قاطعانه علیه اشغالگران به وجود آورد. از جانشین و نماینده سید حسن نصرالله هم در جواب میرالملل حرف و حدیث هاش گمان زنیش داره اتفاق میفته، اما همچنان خبر رسمی منتشر نشده. دکتر عراقچی هم در دیداری با گوترش در خصوص اتفاقات لبنان و شهادت سید حسن نصرالله دیدار و گفتگو کرد. برخی دیگر از صحبت های ویژه‌ای که اتفاق افتاد، به نظر میرسه که تجمعاتی هم امروز در میدان انقلاب اتفاق افتاده و تعطیلی سینماهای تئاترهای کشور تا اطلاع ثانوی پابرجا هست. در یمن 3 روز عزای عمومی اعلام شد و در ایران 5 روز عزای عمومی. به صدا در اومدن آژیرهای خطری هم در شهرهای اسرائیل و مخصوصا تل آویو به صدا در اومده و در ادامه اتفاقاتی که پیش رومون هست، پیام‌های تسلیت گسترده‌ای از سمت مسئولین و افراد دیگر در رهبران جهان داره دست به دست میشه و کارهای رژیم اشغالگر رو دارن محکوم میکنن. با ما همراه باشید، بخش مهمی از صحبت‌ها رو بشنوید و برگردید با هم دیگه همراه باشیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم نسبت به اقدامی که علیه سید حسن نصرالله اتفاق افتاد گفت اقدام رژیم صهیونیستی در ترور سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان ابراز خرسندی کرد و وی بدون محکوم کردن این حمله از اقدامات صهیونیست ها دفاع کرد، که دیگه همینجا مشخصا خیلی چیزها رو میشه فهمید. شهادت این سردار رشید اسلام رو به همه مسلمین در واقع و خصوصا شیعیان و خصوصا محور مقاومت از شیعه و سنی تسلیت عرض می کنم. حقیقتا ایشون یک فرد بی نظیر و کم نظیر در جهان اسلام بودن، هم از لحاظ بصیرت و شناخت و فرهیختگی و هم از لحاظ شجاعت. آش سعیدم و شهد سعیدم.
البته اون چیزی که الان بسیار مهم هست توجه بهش این است که سید حسن نصرالله رحمت الله علیه با اون نبوغی که داشت یک نهاد بسیار مستحکمی را بنا نهاد. نهاد حزب الله یک نهاد ستاره‌ای نیست که مثلا بعضی افراد حتی رهبران بعضی از انقلاب‌ها در دنیا درست کردن همه چیز به خودش وقت باشه، بلکه یک نهادی است کاملا به شکل سلول‌های خود به اصطلاح اداره کنه تحت یک تشکیلاتی هماهنگی دارن ولی ستاره‌ای نیست. لذا این نهاد بسیار مستحکم و قابل انعطاف است. ما بدون شک شاهد بالندگی بیشتر مقاومت خواهیم بود. من باید اشاره کنم که اصلا دکترین مقاومت دکترینی است که حضرت امام قدس سره شریف بنیان گذاشت و اساسش بر دو مطلبه. یک مطلب این است که کل بدبختی جهان اسلام بلکه بشریت به خاطر این است که دول مستکبر خودشون رو به زور مسلط کردن و مسلط بر اموال، جان، نفس و همه امکانات یک ملت. پایه دوم نهضت مقاومت این است که برای سعادت رای جز رفع این سیطره نیست و این رفع هم از طریق مقاومت شکل میگیره. مقاومت یک حالت منفعل یا به اصطلاح پسیو نیست. مقاومت یک تلاش فعالانه برای زدودن و ناکام کردن استکبار هست. این دکترین امام بعد از محور ظهورش هم بعد از انقلاب اسلامی نقطه تکیش هم از فلسطین بود برای جهان اسلام و ولی یه امر بزرگوار ما حضرت آیت الله خامنه‌ای قدس سره العالی هم این دکترین را در زمان قیادت خودش به نحو احسن پرورش داد و رسون به این قله که الان وسعت وسیع جغرافیایی وسعت بسیار فراتر فکری داره. این که حضرت آقا اشاره کردن تشکیل امت اسلامی، امت اسلامی مرد زمینی نداره ولی اتصال امتی اتصال ولایی داره. بر صورت بنیان مرسوسی را سید بزرگوار ما بنا نهاد، نه تنها برای لبنان و فلسطین اشغالی بلکه در کل جبهه مقاومت آثار خدمات او هست. پس ما باید توجه کنیم که مقاومت آیندهش به نظر من شاهد تحرک بسیار سریع‌تری خواهد درسته. به چند دلیل. دلیل اولش